خب عزیزان دوستان رو فکریم بالا ببینیم که یه چند دقیقه یاران هم بیاریم بالا و بعدش باید ازتون بریم. خب دوستان، کسانی که دوست دارن بیان بالا بفرماین که بیارمشون بالا تا برم ویدیویی که صحبت کردم و بذارم در یوتیوب اگه خدا قبول کنه. زمزمی هم رفت دیگه، زمزمی نداریم. خب سلام آقای دانا، خوبی این خسته نباشید؟ خود نیستی، کلن این نیسته یه جورایی خالیه. به هر حال بودنتون خیلی موثره توی این فضایی که الان این حجمه هایی که بعضی وقتا میشه اپوزیسیون میاره، به نظر من خیلی مناسب. من یه دوتا نکته رو میگم سری میرم پایین. اول اینکه چند روز پیش آقای علی جوانمردی ادعا کرده بود که آقای زم رفته عراق و با آیت الله سیستانی ملاقات کرده، بعد امروز آیت الله سیستانی انگار دفترشون بیانیه دادن، بیانیه که نه، ولی خب موضعشون رو مشخص کردن، گفتن که ما اصلا با همچین آدمی نه تا حالا ارتباط داشتیم و نه هم که ایشون تا حالا با ما تماس گرفته و نه این که ایشون اومده اصلا به ملاقات آیت الله سیستانی. بعد نکته بعدش آقای فخرآور اومده بود یه ادعایی کرده بود در مورد این که ایشون بعد و این هم که به هر حال اپوزیسیون به نظر من الان که رول زم کفگیرش تهدید خورده، اینا الان دارن یه رویه دیگه روی میارن. قبلا میگفتن به هر حال منابع رول زم بسیار موثق و به هر حال به نظام ارتباط داره و با نظام در ارتباط هستش، بعد که این اتفاق افتاد کلا گفتن ایشون جاسوس جمهوری اسلامی و دست نشانده جمهوری اسلامی. به نظر من اپوزیسیون باید یه تکلیف خودش رو روشن بکنه با همچین منابع خبری. اپوزیسیونی وجود نداره هستن اینا یه مش آدم هایی هستن که جزیره های اپوزیسیونی هستن و خودشون سرکار رو گذاشتن. بعد یه نکته خیلی جالبی هم توی خبرهای شاید اصلا ربط به رول لازم نداشته باشه، امروز خوندم که امریکا اعلام کرده بود که ترکیه رو میخواد تحریم بکنه، امروز اعلام کرده، یعنی دیروز اعلام کرده بود که هم من این کارو میکنیم، منتها تسلیحات فروش تسلیحات نظامی رو به در حقیقت ترکیه رو استثناء میکنیم، یعنی معافیت میذاریم روی این قصه. و این واقعا مسخره است، سیاست امریکا در حمایت از حقوق بشر که دست امریکا داره برای خیلی ها رو شده تو کشورهای مختلف و این امریکا شما که دیده نمیشید کاملا استعماری دارن به متحدین خودشون. بله من همینو میخواستم بگم، دستتونم درد نکنه انشالله. بعد یه پیشنهادم بهتون میدم، اگر خواستید اینترنت استفاده بکنید فکر میکنم تلاس رو استفاده بکنید بهتر. شاب من که قبلا استفاده میکردم اصلا رضایت نداشتم، تلاس رو میتونید فکر کنم یه سری بنفیت بهتون میده و تسهیلات بهتون میده که خیلی راحت تر باش استفاده کنید. حتما زنده باشید، ممنون. خب دوستان دیگر رو بیاریم. نه خب ما فقط مشکلمون اینترنت نبود، یه چند تا داستان حل میشه و خب همه چی اوکیه. خب دوستان دیگر رو بیاریم بالا. سلام، درود بر امید عزیز، چطور بزرگوار؟ خوبی؟ سلامتی داداش؟ روبرایی؟ انشالله هر جا که باشی شاد و تندرست باشی و همیشه تنت سالم باشه. انشالله خدای متعال به تو قوت و سلامت بهت بده. زنده باشی. عزیزی بزرگوار. امید جان میگم واقعا نمیدونم این چند روزه آمریکا خیلی داره شاخ میشه، خیلی ادعای قدرت داره میکنه. بعد میگه مثلا ما اون دفعه تو رادیوی سوئد گفته بودن که آره ما رئیس نمیدونم کی گفته بود، من زنگ زدم به اردوغان گفته بود که آره این بمباران با فلان رو استوب کن دیگه، به سوریه نزن و نمیدونم چی. خیلی دارن فیلم بازی میکنم، مسخره بازی دارن در میارن کلا. به هر حال دمت گرم، اومدی بالا، زنده باشی. زنده باشی، نوکرتم. خدمتتون برم. خب دستان دیگرم بیارم بالا با اجازتون. بیارم بالا. اجازه بدید.
دوستان اگه اینستاگرام منم بسته شد در تلگرام و اینا اینستاگرام جدید رو خواهم گفت، چون خیلی مورد حمله هم قرار میگیریم. چی بگم صحبت نکردم. این مرتضی بفرمایید. خب مرتضی نیست. نفر بعدی شما بفرمایید. خب شما نیمید بالا. نفر بعدی آقای محسن بفرمید. محسن هم که نیست. آقای رضا. آقای رضا بفرمید. خب افشین جاویدی. افشین جاویدی کیست؟ نمی‌بینمش. افشین جاویدی شما را آوردم آقای ام ام برنرش. افشین جاویدی، افشین جاویدی من نمی‌بینم. خب خاشی رو بیا. خاشی رو من نمی‌بینم. اجازه بدید که آیه نادر شاه رو بیارم. درود بر شما. بفرمایید آیه نادر شاه. زنگ به اینترنتشون دوستان دیگر دوستان دیگر حقیق اضافی شما رو آباد آمای ام ام بر نداشتی تا دو دوباره بذار دوستان دیگر کنم. نم نبوده آمانی صحبت کردم، سیب کردم الان اینستاگرام. درود بر شما. بفرمایید امید جان. سلام علیکم. خسته نباشید. فضل شما حضرت دارم. زیاد وقتتون نمیگیرم. این برم این آقایی که تازه بازداشت شده همونی نبود که بهت میگفت صادراتی؟ فعلا رفتی که من خیلی چیزا میگو زیر زیادی زیاد زده بود. حالا حالا همچی گفته بعد بچه بالا بیاره. حسبه به قول باباش دنیا داره مکافاته. دقیقا دارم مکافات همینه. من یه استوری ازش تو پیجم گذاشتم، مثلا نوشته اگه روزی اگه چند روز زودتر بازداشت میشد ما روز جهانی بدون سوتین رو بهش تبریک میگفتیم. آخه خیلی وزنش بالاست. حالا بره اونجا وزن کم میکنه، اونجا چربی می‌سوزونه. حالا بعد ببینیم، بعد بستگی داره. بعد ببینیم. به هر حال خب خیلی دروغ گفته بوده، حالا فعلا یه خورده بره از زندگیش آب کنک بخوره، حال حالش رو ببره. بکنم دیگه کلا زندگی نداره. حالا به هر حال اون که آرزوی اینو نداشتیم که اینجوری بلا سرش بیاد، ولی خب بالاخره دنیا داره مکافات دیگه. این همین خیانت بالاخره باید جواب پس بده. اینم یکی از همون پیشبینی‌های دقیق بود. دقیقاً تنها چیزی که میتونه طرفداری هم ازت حمایت بکنه پیشبینی‌های توه. به قول خودت توی پیج شما مخاطبین شما هم مخالف هست هم موافقین شما. منی که موافق شما هم از شما نمیتونم حمایت کنم. اون حرف‌های دقیق و پیشبینی‌های دقیق شماست که شما رو میبره بالاتر. دوست دارم همچنان حمایت میکنم. سخنم من خودم هر طور شده میپراکنم. فردای شما زنده باشید. پاینده باشید. من بگم چاکرتون خدا. این نکته رو من برم دوستان، چون بعدا دوباره میام حتما لازم که بزرگترین اعتباری که تا ما به امروز داشتیم دشمنان ما بودن. یکی از بزرگترین دشمنان ما روح الله زن بود. اتفاقا در این یک ماه اخیر چندین با شبکه‌های اجتماعی ما شکایت کرده بود که شبکه‌های اجتماعی ما رو ببنده، ولی خب خداوند زندگیشو کلم بست. و من وقتی نگاه میکنم میبینم که بزرگترین اعتباری که تا به امروز به برنامه های ما داده شده
این دشمنانمون بودن با این سطح فکری و تفکری و با این حرفای مزخرفی که علیه ما تو الان منتشر کردن. هر روز و هر روز دارن ذلیل‌تر میشن. من واقعا پوزش میخوام، در شرایطی نیستم که بخوام برنامه اجرا کنم، گفتگو کنم. از روز دوشنبه که کارام دیگه تموم بشه به من گل دادن روز دوشنبه بیام اینترنت رو نصب کنم. اینا من یه سری کار عقب افتادم داشتم، بیشترش انجام دادم، 90% کارامو انجام دادم، 10% مونده و تلاش میکنم از سه شنبه که داره میاد برنامه ها رو با قدرت انجام بدیم. قربونتون برم، آینده ایران خودم دلم تنگ شده برای برنامه اجرا کردن، ولی زود برمیگردیم. از سه شنبه برمیگردیم. آینده ایران بدرود.